رو ول کردین الان چسبیدین به نسیه. باور کن خواستگار پونه نختره ها. یا الله گل شیرینی هستی؟ خب داداش گل شیرینی برای عیرت مریض میارن دیگه. ولی من دارم آدم میشم مولایی، دارم آدم میشم، یعنی حداقل سعیشو دارم میکنم. شهرامو سیبی چه به این حرفا؟ باید بریم اول دنبال بیژن، خواستگار قدیم پروانه بوده. معلومه که خیلی وقته که ازش خبر نداریم. بله معتاد شده. من که بخوام میتونم بگیرم ات که وایسا. از طرف خالم برات پیغام آوردم. ریخت و یواشو نگاه. اگه از طرف پروانه برام پیغام نیوردی بگو میشنوم. قشنگ فکراتو بکن. اگه تصمیم گرفتی مرد و مردونه اینجوری بلند شی رو پای خودت، این کثافتو بذاری کنار، هر موقع شبانه روز که زنگ بزنی دست شهرام واسه کمک درازه. لعنت به اون کسی که منو کثیف کرد، لعنت به اون کسی که روزگار منو سیاه کرد. ولی من تو رو درستت میکنم آدم شا. بچه همون بیشنه که قبلا بودی شهران دریدو یه آدم دوستیه آدم رو چرا چرت و پرت میگی؟ این آخه پول داره چیه این که ما بخوایم بدزدیمش؟ من یکی تو خیابون دیدم شبیه بیژن بود، یادش افتادم به پروانه گفتم من بیژن چه خبر؟ خبر ندارم بیژن کجا بود. ندارم داره یه غلطی میکنه. از این اتاق میمیری ولی پاک میای بیرون. همه ما؟ بله شهرامتونم تازگی ها اومده بود سراغ بیژن رو میگره. شهرام ما؟ بله. سلام خاله خانم، احوال شما؟ نفر پنجم لیست هم اینجاست، پیدا کردم. آره میشناسمش، داری ماشاءالله داداشو میگی. بیچاره هم موتورشو بردن هم کل پولاشو. آقایون داداشیا ببخشید مزاحم اوقات فراغتتون میشم ها. داداش ماشال کیه؟ من. پولتو میخوای یا نه؟ میگم همه چی پول نیستش که. دست چیه؟ آقا ما میخواستم ما بود. دستت. ما میخواستم ما پول زن میگیرم. همه پولو میدم نوکرتم هستم. قالت قاله داداش بخور نوش جونت کامت ایشالله همیشه شیرین باشه. ببخشید اگه اذیت کردیم بهت خسارت زدیم. شکریم داداش میخواییم بره. نه میخواییم همینجا رخت خواب پنگ کنیم بگیریم وسط خیابون بخوابیم. یعنی چی بابا؟ از این ستون به اون ستون فرج امروز رو کولش کنیم فردا خدا بزرگ یه کاری میکنیم. یعنی چی؟ میخوایی برش داری ببره چیش خونه؟ بذاری سرجازی خونه مادره. این که دیگه من برای ترک آوردم. داستان چیه؟ داستان عشق و عاشقیه. با کی؟ چه میدونم با خاله شهرام، عمه شهرام. خاله شهرام، عمه شهرام. یادم نمیاد آدرس اینجا رو بهت داده باشم. شما؟ بابا حداقل وقتی میفرستدت ماموریت چیزی نزن مخت باز باشه. آقا ناصر گفته مهلتتون تمومه. چرا کتاب عتیق رو میز نیست؟ این تقصیر توئه. بکش. تو ما رو بدبخت کردی. کور خودی فکر کنی اگه دست از سرت بردارم. خب میبرم خونمون مادرم ببیندش بگردی یکی لنگه خودش براش پیدا کنه. بابا بابا چه عطری این برنج آدم رو میشه جانتون. این چی میگه؟ این چرت و پرتایی که داره میگه چیه؟ اون رو مخ منم هست، خیلی رو مخه. من ببند یه گوشه با شلاق بزن نظر در رم برم. حالا آروم باش میشه. داری بده بزنم. دارم 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 الان بهت میدم. بیا بیا مهندس، چی باز برداشتی آوردی؟ آقا بد کردم آوردمش، آوردمش اینجا. مگه نگفتی اون دفعه چاقو کشیده یارو؟ مگه بلده؟ هیکل به این بهبهی؟ آدم بلند! بابا من میگم امنیت چونی نداره. بیا بازار دایشو بیا. بابا حداقل قضا رو اول میخورد من دم میافت. من حواسم به همه تون از براهیمون چی فکر کردی؟ همه تون رو دارم رصد میکنم، همه تون رو. تو ما رو نمیبینی؟ من دارم میبینم بین زور و عطا رو داری چشمک میزنی. حواسم بهتونه، چی فکر کردی؟ دونیم میلیون دلار ریختی به حسابم فریختی نریختی. من میدونم و تو یک شلاق ترگت هست. این چه رفتار دور از ذهنیه باز؟ ببین چی کاره میکنم. هم زده بنده خدا. بابا این بنده خدا حق داره این دیوانه ای خونه رو تو گفتگ میزنه. داداش اینا 2 میلیون دلار آوردم واسه. آره اون گرش گرفت. جوانه به احتیاط و رعایت کن. بیاییم چیکار کنیم؟ بیا 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 اینجا داداش. جاست منت. خب این الان ما نمیشناسیم. تو چطوری خاموش میشی؟ به پره به ما. سلام. سلام. خوبی؟ تو از بین زحل و عطارد اومدی؟ آخ یه کوچه اشتباه رفتم، از ما بین نپتون و پروتون سر در بردم. اونجا هم زوج و فرد بود، سفینه و تو پروتون خوابوندن. اوزون چه ترافیکی بود، مجبور شدم از اون سوراخش بیام پایین. خوبی؟
چی آوردی برام؟ پولا رو آوردی یا جنسا رو؟ جنسا رو، جنسای بهبهی. چند سوته؟ سه سوته اومدم، گفتم که نه پکش چقدره؟ چی؟ پکش چقدره؟ پکش؟ پک کامل. پک کامل چه براه رفتی؟ خوبی؟ ها من سه روزه دارم درد میکشم. آره میدونم آروم باش اونو بده به من. باشه کیه؟ اونو بده به من. کیه؟ الو سلام علیکم. کیه؟ گوشی خدمتون. کیه؟ دوستشه. دوستشه؟ خوبی؟ مطمئنی آدرس درست اومد؟ اگه کار گیرش برشو ببرش بیا دیگه بیا. بدبختم کردی، بیچارم کردی. آخه از دست تو من نمیدونم بچه چی کار بکنم. آبرو برای من تو این محل نذاشتی. آخه من نون حروم برات آوردم. خدا هم یه مرگ به من نمیده از دست شما راحت بشم. آخه این چه کاری بود تو کردی؟ تو وجدان نداری؟ انسان نیستی بابا؟ صد رحمت به حیوان. پیچ موتوری، موتور پیک موتوری رو میدوزی؟ پیک موتوری که 5000 تومن 5000 تومن از دست مردم میگیره. گفتم کمرنگ، اینقدر هرس نخور سایه سرم. دکتر گفته تو باید را بری تون تون تا این انسداد رودت خوب شه، خلاص چی پاشو را برو به جای که هرس بخوری. حالا موتورشو دوزیده بچه دیگه، چرا پولشو برداشتی آخه؟ آخه اون پول کجای اون شکمه با موندت پر کرد؟ کجا؟ دیگه با کامیون آرومون رد نشد دیگه. ده بار گفتم که غلط کردم. بله که غلط کردی، بی جا کردی، گم زدی به زندگی مردم. دازی گردن کلوفتی هم میگنی. بابا سایه سرم، بچم کجا گردن کلوفتی کرده؟ با گردن کج نشسته اینجا روبرو. پیدا کردم مگه طلا جواهراته که هفت سوراخ قایم کرد؟ چی پیدا کرد؟ قره قروت مامانم چی مادر؟ قرونت برم، این دوای دردته. بخور شکمه تو. مادر همه چیو خوردم دیگه نمیتونم. قره قروت دیگه چیه؟ دوباره قلبت ناراحت میشه سکته میکنه. بابا ترشه این که مادر ارش کجا؟ اصلا ترشیست بچه ها عاشق اینن. اینقدرم هرس نخور قربونت برم. تو تازگی ها عمل قلب باز کردی. بابا عمل قلب باز کردی، نباید هرس بخوری. بابا آنجیو کرده، عمل قلب باز چی؟ چه شلوغش میکنه بابا دکتر. بعد از این 4 کلاس سواد داری اینقدر اظهار فضل نکن. خب بزرگش میکنه. مخلص کلوم این که ببینم حالا تو با حرفت میتونی بچم رو دق بدی؟ مثل اینکه من آدرس اشتباهی اومدم. خودمون باید برای خودمون یه کاری بکنیم. شهرام جان بمون با هم حلش کنیم. من معذرت میخوام به جای همه. مخلص کلام این که موتوری رو که ازش دزدیده بودم باهاش به قیمت روز تا قرون آخرش حساب کردم. آفرین. پولی رو هم که ازش دزدیده بودم بهش تا قرون آخرش دادم. به این میگن شهرام پری. پس برای خودت چی مونده؟ بس حرفش دیگه چیه؟ نکنی کاری دیگه کردی؟ راستشو بگو. نه بابا چه کاری؟ فکر کنم همه حرفش اینه که همه چی پول نیست. بچه مگه نگفتم انگشت تو بذار اون آفت بادا؟ شما گیر دادی ها. اگه قرار بود کاری که شما میگی افاقه بکنه تو حالا کرده بود. حالا دیگه الان گیر دادی به انگشت و قرقروت و ناف. چیه پری جون؟ ناراحتی وظایف تو رو من انجام میدم؟ حالا خوبه من مثل شیر بالا سر بچم هستم، وگرنه دستی دستی میفرستادیش سینه قبرستون. بابا یه دقیقه یکی بدون کنی بینم این چه گلی به سر ما زده. خب بگو دیگه بچه چیکار کردی؟ یه دختره رو میخواسته، قرار بوده باهاش ازدواج کنه. پولیو که من دزدیده بودم گذاشته بوده واسه ازدواجش با دختره. ازدواجش رفت رو هوا. خاک عالم. خب این که هم پول و پله داره، هم تو رو خوب تلکه کرده، شال و کله کنه بره خواستگاری دختره، دیگه مرگش چیه؟ نمیشه. آخه دختره عروسی کرده. خب این که اصلا مهم نیست، تو که کار بدی نکردی. اینا از اصل مال هم نبودن، دختره عاشق نبوده، وگرنه به پایین وای میزاد. اصلا رفتنی باید بره. برو. به نظر من ما باید یه دختر خوب اطراف خودمون پیدا کنیم بگیریم برای پسره به جبران کار تو. دمت گرم ایول، همینه. برو
کاش دخترهای بیعقل من یاد بگیرن که چش انتظار اون خواستگاره بیارزهی نباشن که با یه پخ رفتن و پای سرشون رو نگاه نکردن. وای مهربان جون، من بردیم و دست این دخترهای شما. دختر شوکت خانم خوبه براش بگیرین، از دیوار صدا در میاد، از اون صدا در نمیاد، خیلی خوب. دختر کی؟ شوکت خانم. پری خانم افاقه کرد. خیلی نگرانم. نگران نباش، برو بگی بخواه. جفته میزن فری تکلیف اینو معلوم کن، با اینو کجای دلون اینو بذاریم. دارم میگم بیا برو دیگه، بیا برو این قبل بذارم، برو بگی بخواه. بکشش اینو. باش بی تو چه کنم، هر غلطی که میخوای بکنی بکن، هی بی تو چه کنم، بی تو چه کنم، چی؟ بسته دیگه، چی نداره. بذارم میگم برو دنبال اشغالت، هر غلطی میخوای بکنی بکن، خوابه دیگه اونجا. چرا ربطی به ازدواج ما داره؟ آقا کی با ازدواج تو کار داره؟ من منظورم شهرامه. از وقتی میخواد زن بگیره ما شدیم بدبخت و بیچاره، اینجا شدیم لله، شدیم آواره، دنبال تو را بیافت، دنبال اون را بیافت، رفتیم توی نکبتی بدبختی. خوابتی چه؟ نکبتیم. مگه هر نکبتی توی نکبت؟ من با تو دارم میگم نکبت. آره؟ تو چرا یه وحشی داری همش؟ آقا من کلن وحش دارم، به تو چه ربطی داره؟ بچه دانان قیمت انگشتری. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو ببین، شهرام نیست میکنم تو قوطی ها. چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو ببینم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جوز جو. بگو ازتو میگم، یعنی تو عاشقی نکشیدی که نمیدنی چی ما چی میگم که. تو از کجا میدونی ما عاشقی نکشیدن؟ اتفاقا ما عاشق هم خیلی عاشق خفنی هم. بند عبدهی ما میگم پشت این قلب سگی یه چوغای کوچیکی ها. آره دختره کیه؟ خاله کوچیکه. آه میبینی میگه هر کی عروس خاله رو بر بسوزه جز خاله رو بر، هر کی عروس عمه رو بر تاج سر همه رو بر. چی میگه چرت و پرت میگی؟ برو میگه بخبینم بابا، برو بینم، برو فردا کلی کار داری. چیکار داریم؟ به تو چه ربطی داره چیکار داریم؟ برو میگه بخواب، بخواب همین الان. اینجا نه، اینجا نه، برو اونجا. یکم رفتار انسانی هم خوب آدم بلد باشم. الوز بابا دو دقیقه وایس و زبون به دهن بگی، یه تنه یه نفس بکش آخه داری حرف میزنی. آره خوبن همه، همه خوبن. اوه ترسیدم این وقت شب زنگ زدی، گفتم خدای نکرده شاید اتفاق بدی افتاده. خودی که زندگی نزاشتی واسه ما که. بابا ما هم دل داریم دیگه، به ما نمیاد یه موقع شعر بگیم، شعر میگیم، شکا کنیم. ببخشید گوشی گوشی. خوابن همه بده جان من اینجا سوسکه، بیا یه کارش بکن. چشاد اینه نخ شده، سوسکو از کجا دیدی؟ بیا سوسکه رو یه کارش بکن، وقتی که من اینقدر جیغ میزنم همه بفهمن داری یواش که با تلفن حرف میزنی. نرو اونجا خاله جون، قربونت برم، نرو اونجا. برو اونجا اونور دستشوی اوستا، برو اونور. سوسک داره؟ نه نداره، هر روز داره سمپاشی میکنه خودش. از اون استفاده بابا. مطمئنی؟ آره مطمئنم. با کی حرف میزدی؟ با فریدون. با کی دارم حرف میزنم؟ یکی سرم درد میکنه وگرنه باش حرف میزدم. بیا برو یه نگاه کن. سلام رسوند. برو نیستش، برو اگر بود صدام کن. صدات میکنم. باشه برو. باز پروانه است، ترسیده میگه بدی دستشویی رو نگاه کنی. ببخشید این دیوونمون کرده همش سوسک سوسک روانی کرده ما رو. چی داشتم میگفتم؟ داشتی شعر میخوندی. آها
آی شاعر. یه موقعهایی میاد، زیادم بلد نیستم، میدونی؟ گوشی جونم مهربان جون چی شده؟ گوشی ببخشی. تازگی ها نصف شبا معدم همچین میسوزه. بلایی بمیرم. باید یه تیکه نون بذارم دهنم. یه تیکه نون باید بذاره دهنش. تو هم بخوابی زده به سرت؟ من نه، داشتم با فریدون صحبت میکردم. یه کار مهمی پیش اومده. شهرام جان، تو فردا تا لنگ ظهر میخوابی. خب ولی اون دختر باید بره سر کار. مرد دختر نیست فریدون. بذار بره بخوابه. آخ شهرام فکر کنم منو گفتار. شما کجا فهمید؟ تیزه دیگه، دلش ضعف میره، اونم بیدار شده. میگم شهرام، نمیخوای یه فکری به حال کارت بکنی؟ فکر زیاد دارم، اونهای چند تا فکر با هم داره میشه. یکی جور گوشی اوسای مثل شستیر زد بیرون. این قرقرود داده بهش مهربان، به خودت شکمش چی این تو؟ آخه اومده بودو درم داره میزنه، درم داره میزنه، پروانه هم اون تو. چی دیگه اون رفت تو، اینم اومد بیرون، فعلا بریم چی خبره اینجا؟ این بیچاره هم سرش درد میکنه، یک قیافه بسته سرشو، اصلا مادرم بیدار شد. قرقرود های مهربون جون زیادی افاقه کرده. قرقرود های مهربون زیادی افاقه کرده، خونم بیدار شد دیگه. خونم بیدار شد دیگه، یه قرص بده تموم شه. دکتر بعد از این خونم داره دوباره مسخرش میکنه. تو چرا بیداری؟ مگه میذاری این آدم بخوابه اینقدر دادا هوار میکنی؟ اون میگه بیداره. اون آجی تو قرص میخوای؟ آره آجی جان، فقط یه قرص حالا به پروانه بده. آره تو نخواب یا بذار این قائله بخوابه، من خیلی باهات صحبت دارم، نخوابی فعلا. خدمت گرم، بیدار باش. مادرم فعلا پله اومد پایین. حالا بسیم حالا اوستا رو داره میپرسه. میرم برای یه چای خشکی. میخواد بره چای خشکو دو سه کیلو سنجدم جواب گونیست آبجی خانم. ولی پروانه هم میگه دو کیلو. پیس پیس چیه؟ چه طرز صدا کردنه؟ کیه فریدون؟ کم کیه؟ میگم آقا فریدونه. آقا فریدون هم مثل شما بیخواب شدن؟ آقا فریدون هم آدمه دیگه، ربات نیست که یه موقع بیخوابی میزنه به سرش. ایول سلام برسون. ایول؟ ایول چیه؟ برو تو ببینم. شب بخیر. حالم سلام رسون. من نمیدونم امشب چه و حالم بده. خونه بود الان مادرم هم حالش بد شده. قرمزه کجاست؟ خب اینقدر قرقرود تو انداختی بالا دیگه. آه مادرم هم نیست که قرقرود خورده. حالا هرچی میشه گناه رو بندازین گردن ما بابا. مهربانم میگه خب چرا هرچی میشه قرقرود منو میگین دیگه. مامانی تو برم قرص بخورن دیگه، ایشالا میرن میخوابن دیگه، یه خورده این قائله خط میشه. خوابت که نمیاد شهرام جان. جانم مادر، روز خدا رو گذاشتن برای کار کردن و تلفن حرف زدن شب مال خوابه. شهرام فکر کنم پیجون فهمیده من دارم با تو حرف میزنم، بعدم این صدایی که من میشنوم تا صبح نمیخوام بخوابم. راحت نشو. ای وای، دفعه سومه، باورت میشه؟ دفعه سومه اوسا رفت تو دوباره، اصلا نمیدونم چه خبره. خوشزن مایه، مال مایه، حق مایه، عزیز بشه به کنار، عزیز بشه به کنار، بزن اشقیق بزن مارو حالا. نه نه بشاره هش بزنم، هش بزنم چه خوب کی؟ بابا این سکتش کجا بود بابا؟ دوباره سکتش میگی بخواب بابا. آقا
آفرین اومدم منو ببرن. آفرین اینا اومدن منو ببرن. بگی بخواب ایش کسی پشت پنجره بودن چیزی نیست. پشته پشته بینا یک درمانگاه یک چیز ببرنش خواب یک دارو و یک مورفینی. بخواب رفتن بخواب رفتن بخواب رفتن ما اگه دپارک بخواب ایدام که بیتن بخواب آخه ای چه سر نمیشته بود بخواب بخواب چه تاله یه بود نه چیه این اومدن منو ببرن. بابا کی اومده سر زمین اومدن منو ببرن. بابا بیا اینو برش داری ببرین ببرن بیچارمون کرد ببرینش. بگی بخواب آدم بگی بخواب نخوابی میگم بیان بردارم ببرن تا بگی بخواب فقط آخری میشه شما بیدار بمونین اینا میرن بیدار میمونین من بخوابم بعدش بخواب 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 آی دیوونه شدم آخری ما میترسون گفتم چیه؟ شما رو تو من باز میکنم چه خبرته؟ داره میاد دیگه چه خبره بابا؟ همه خواب سلام اوستا سلام آقا ناصر سلام آقا چیه؟ اوستا جان یه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی؟ نمیخوام خانواده بشه من بیا بهت میگم اوستا ببین چیه؟ یه مشکلی پیش اومده بلون آخه دست خواهر نخواهر بابا چه بود؟ بابا بهش بگو خو همه چی رو بهش بگو چه بلایی به سرشون اومده آبرو شما هر رفته بهش بگو خو چرا نمیگی؟ مرتضی اون بالایی ده گزارش بده دیگه چی میبینی؟ یکی رفته تو اتاق ده بد دو دنبالش اینجا گوده نمیتونم اینجا ماجرا ده بد دو دنبالش یعنی نه ترس برو پایین شما میگی اینجا برگم گوده او سامت شما هیچی نگینا من خودم به شش میگم مریضه آره بنده خودم عمل کرده مریضه ناخوشه آمد من خودم به شش میگم آمد میزنن به بچه من حالشو میکنم سلام بری خونه هاتون با بری خونه هاتون سلام استاد چه خبر اینجا چطونه نصف شبی آقا مرتضی واس چی رفتیم اون بالای دیوار از آقا شهرامتون بپرس یعنی چی یعنی شهرام من آقا مرتضی رو برده بالای دیوار یکی به داد من برسه الان دارم میافته بفرما تحویل بگیر استاد چی رو تحویل بگیرم آخه آقا مرتضی جا قد بود رفتی بالای دیوار روز رفته خونه جعفر آقا این حرفا چیه داری میذاری من 70 80 سال توی این محل زندگی میکنم این محل دو سابقه نداره داشته باشه استاد اینقدر حس نخور یه دقیقه به من گوش بده بپا قبلا نداشته اما اون موقعی که بعضیا فهمیدن خانواده اینجان برگشتند محل الان دیگه داره بله ببخشید اون معذرت میخوام آذر خانم شما که انتظار نداری نصف شبی بنده معما حل کنم اوسا جون بهت گفتم که همسایه‌ها دیدن که شهرام پریده تو این خونه این خود کردم دوز نداره اینجا دوزش کجا بابا شهرام من تو خونه از صبح برای دل من نشسته بود الانم تو اتاقش داره هفت پادشاه خواب میبینه مثل که چشای احمدتون آلبالو گیلاس داره میچینه اصلا کوی آقا جعفر کجاست؟ ده بابا جان اینا مگه خبر ندارین آن با خانواده صبح رفتن کاشان دیگه رفتن کاشان آنو من چیکار به مردم دارم بابا من به بدبختی خودم نمیرسم من سرم تو زندگی خودمه این حرفا چیه داری میزنید مگه بنده کیشیک میدم به مردم که ببینن مردم چیکار دارن میکنن چی میپوشن چی میخورن چیکار دارن میکنن ببین اوسا ما چند سال با هم همسایه نان نمک همدیگه هم خوردیم آن خود شما چند دفعه خانه تان سپردی دست من رفتی برگشتی سالم تحویل گرفتی بله. الانم
میگم هر کی خانشه بسپاره دست من، حواسم به شش جمعه. اصلا میدونی چیه؟ انگار یه وظیفه‌ای رو گردن آدم دیگه. شما با اصلا شما همه با چشتون دیدی شهرای منو رو دیوار دیدن؟ اگر راز میگن جرأت دارن من اینجا با میزن بری شهرای منو برداری بیارید اینجا کت بسه. خب ده بگین دیگه. نمیری بردار بیارید. چرا مردم آزاری میکنی؟ چرا به مردم تهمت میزنی؟ بری پی کارتو، بری خونه هاتو. بری خود ناراحت نکن. شبی اوس کجا؟ من از دست احمد توی شکایت میکنم. آبرو من میبری بیا اینجا. داد نزن تو، بغل گوش من تو داد نزن. این آقاشه چی بگه بنده خدا؟ براش سخت دیگه. من چیه دروغ دارم میگن؟ بچه من تو محل این کارها رو نمی کنن. بختو دارم میذارم. بعدا میرم شهرام میارم، پدرشون رو در میارم. از دست همه شو شکایت میکنم. خدا کنه که اشتباه کرده باشه. چه خبره؟ این سرصداها چیه؟ اینا کی بودن جمع شده بودن دم خونه ما؟ بوستا؟ خدایا بمیری تو مردم راست میگفتن. ای خدا منو با خودت دست این بچه من راحت بشید. چی سرم چی شده؟ مادر مادر دوباره این پسر دزدی کرده. شهرام پری امکان نداره دروغه. چی غیر ممکنه راجع به شهرام حرف میزنی ما؟ زن اینقدر طرفداری از بچه نکن بابا. همه مردم دیدن رو دیوار خونه آقا جعفر. الان توی خونه از زنگ زدم پلیس بیاد بگیرده، بعدش هم بیاد منو میگیرم بلوار مالقه. داداش گندش نکن. من دیدم داشت تلفن میزد. من دیدم. نه مامان، اون با یکی دیگه داشت حرف میزد. راست میگه. مایت بی خود نکن ازش. چی میگی تو؟ مادر راست میگه، منم دیدم داشت زنگ میزد با همدست قرار میذاشت. چه ساعت؟ چه خبره؟ مردم خوابه. اوستا مگه ردیف نشدی هنوز؟ فریدون من بعدا زنگ میزنم. ببینم کجا بودی تو؟ رفته بودم بازار روز خرید. کجا بودم خب؟ چیکار میکردی اونجا؟ چیکار میکنن اون تو؟ چرا خاموش؟ بابا جونم این چراغش اتصالی داره، همش خاموش روشن میشه. رفتم اون تو رو بگردم سوسموس که چیزی نباشه واسه اینکه میاد زابرا میکنه آدم ها. شهرام جان با عرض پوزش میتونم یه لحظه وقتی گرام باهاتو بگیرم؟ باک پاتم زیاد وقتتو نمیگیرم. دیدم پای پامه دیدی نه زمان نشد. بیا من میشورم. منم باید بیام. الان زنگ میزنم. چه چی رو سر دارم قصه کنین؟ من الان خودشم میام بچه‌شونو میبرن دیگه. نه خانم آبایی بشن کی پشت سر شهرام پری حرف زده؟ بچه من پای سفره باباش بزرگ شده، نون حلال خورده. خانم جوش نگیره یه دقیقه. چشم سوره سر آروم. به خاطر شما چشم. من میدونم چیکار کنم. خب اون کی بوده چی گفت شهرام من بالای خونه آقا جعفر بوده؟ کی گفت؟ از شما توقع نداشتیم. ده بگی دیگه، چرا میخوادی الکی بختو میزنی به بچه من؟ راست میگه، این اون صفیه آبرو داره بهش بختو میزنی. ببینم اینم آقا شهرام، بر چی بشو به تو میزنی بی خودی؟ عباس آقا نوکرتم، شما یه دقیقه وایسا خونتو کثیف نکن. عرض ادب و احترام خدمت همه همسایه‌های محترم، حاج آقاینا، آقا شهرام هست اینجا خدمت شما. بفرمایید که کیو کجا دیدین؟ قربون ادبت. ببخشید آقا شهرام، شما بزرگیت ببخشید. یه سوء تفاهمی پیش اومده بود، حل شد. بچه منو گفتید دوز بس سوء تفاهم پیش اومده. چیزی حل شد. بس اینی که تو خونه جعفر آقا کیه؟ شما اجازه بده من خدمت عرض میکنم. آذر خانم بفرمایید. محمد آقا بفرمایید. من فقط باید بدونم امشب کی جیگر کرده محل شهرام بیاد سرقت. قربون قد و بالات، به خاطر جیگر شهرام پری صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلند شو نفس من دارمت. بلند شو قشنگ. آها آها بلند شو، بلند شو قشنگ بشین. آها یواش بشین. دوزه رو من حواسم هست، شما اینو بپا. آمرسا بشین. آها پاتو بده، پاتو بده محمد آقا، پاتو بده محمد آقا. یواش 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 یواش، همه تون نه یواش. برو پایین، برو پایین. خیلی خوب حله خورندشو میمدم پایین دیگه. بایسی من ببینم اون بر کیه. دیگه دوشدارو بده من خوشبه میبردی. یه دقیقه ساکیزی چی شده؟ شهرام داری سنا زده خورد میاد. شهرام دعوا دارن میکنن. دعوا دارن میکنن. شهرام شهرامه. سنا زده خورده. شهرام نزنه. شهرام
میره شکایت میکنه همین جوایسا ببینم حالا به شما ثابت شد که بچه من نبود بفرد. حالا دیدی دو تزنیو الکی به استاد بلوتون میزنی آقا تو نمیخواد حرف بزنی دفعه بلوتون میزنی برو کنار آقا حله یه دانه آقا شهرام داشته باشه یا همه امنیتش تکمیل شده برو منو بردید من از دست همه تون شکایت میکنم من اصلا به همه از شما عذرخواهی میکنم تو مرتی که گنده خجالت نکشیدی با این قدت رفتی دوزی مادر من حالا یه غلطی کرد ولش کن ما رو حلال کن روستا یه صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و این از شبمون این از صبحمون پروانه جون قربونت برم خواهر گلم واسه این مشتریایی که خصوصی شخصی قرار میذاری اول صبح بهشون بگو زنگو اینجوری اول صبح لنگ زورا بیدار شو خب بابا تو که میدونی دیشب این مریض بوده نذاشته منم بخوابم الان خودش داره خور و پف میکنه من بدبخت بیدارم ببین این مشتریه شاید رنگ و مش باشه اون وقت من کمک احتیاج دارم ها ایشالله رنگ و مشه میام قصه نخوری از دست منو به خدا خوابم به هم من که بیدار بودم من خواب نبودم اومدم خب بیا خوش آمدین علیکم سلام شهرام تو خونه است؟ بله صداش کن بیاد کارش دارم بلقیس خانم آبی جان چطوره؟ ببخشیم بدخوابتون کردم نه بابا چه بدخوابی این مشتریایی دم به دم پروانه حسابی ما رو قبلا بدخواب کردن سلام سلام دخترم من چای نمیخورم ممنونم نمک ندارم من نمکیرتون هستم چوبمون نزن بلقیس خانم به شهرام گفتی من اینجا؟ بله چرا نمیاد؟ شهرام جان شهرام داره میاد نه بابا چه شهری بایی من شمرم سلام ننه من ننه نیستم من خاله بلقیسم ببخشید خاله نوکرتم من نوکر و شاکر نمیخوام بگو ببینم با بچه‌ام چی کار کردی؟ این حرفا چه میزنین؟ شهرام من چه کاری به بچه شما داشته؟ الان این محل همه رو سر شهرام قسم میخورن یه دونه شهرام پری میگن صد تا شهرام پری از درشون در میاد همه میدونن دیگه بدون من آقاش جایی نمیره آخه سابکارش گفت دوستاش اومدن بردن اسم تو رو گفت دلیلش هم گفتن بهتون؟ گفته ولی هم من میدونم هم خودت میدونی بچه من به خاطر خوشی دنبال اون کوفتی نرم به خاطر بلایی که تو سر زندگیش آوردی کرد بلا دوروبرمون دختر کم نبود دخترای خوب قشنگ که از هر انگشتشون صد تا هنر میبارید چی کار کردی با زندگی بچه من؟ پروانه جان دخترم پروانه جان باور کن من این حرفایی که زدم منظوری به تو نداشتم کورشم اگه دختری به خوبی تو دیده باشم خب منم آرزو داشتم پسرم با تو ازدواج کنه نوه‌هام از سر و کولم برم بالا هر مادری آرزو داره بچهش داماد بشه خدا بگم باعث و بانی شو دست شما درد نکنه من آرزو داشتم خوشبختی پسرمو ببینم دامادیشو ببینم نه این فلاکتی رو که الان توش افتاده ببین خاله من نوکرتم تو نمیدونی با زندگی من چی کار کردی پسر سربراهم و پسر مهربونم و اون اینقدر غیرت داشتی نذاره من تو زندگی لنگ بمونم درست خودم هم کار میکردم درست بی پدر بزرگش کردم ولی بالاخره مرد خونم بود خاله من نوکرتم هستم ببین قربونت برم دستت عجیبه در نیارا مواظب باش که جلوت وایساده من برای بچه‌م اومدم
نه برای صدقه. بلقیس خانم. شهرام، مگه تو با زندگیشون چه کار کردی که اینطور از دستت شکاره؟ تو شب کارما شده بشور بپز بسا چی فکر میکردیم چی شد بپز بده اینا بخورن بشور اینا بلندشن برن کیفشونو بکنن آب تو دلش این موقع تکون نخوره شدیم این زن خونه فقط شده کار خونه کار خونه کار خونه چی شد آدرنالین چی شد هیجان فریدون سلام چه سلامی، چه علیکی، چیه؟ رفتی خونه پدر؟ غذای خوب خوردی؟ لالا کردی؟ خوش گذشت؟ دیدی به لالات گذاشتم؟ چته، اعصاب تو دوباره دادی اجاره سر برش حقوقشو میگیری؟ اعصابمو دارم اجاره ندادش، کلن فروختمش، پول لازم بودم، فروختمش رفت مثل بعضی نیستم پول تو جیبم باشه کلاً قید رفیقو بزنم که الان صبح اول صبح چیه مثل سگ هارداری پاچه منو میگیری؟ خسته شدم صبح تا شب بشور بساب بشور بساب افتادم گیر یه دون آدم مفنگی گیر یه دون آدم هر را فقط بده به اینا بخور لقمه بکن تو دهنه این لقمه بکن تو دهنه اون بابا سه روزه دارم از کمردرد میمیرم یه حالی از من پرسیدی؟ بپرسی خرد بچنده؟ تو نمیفهمی بابام مریضه؟ بابات مریضه چشم اگه آنژیو کرده آنژیو کرده؟ بله ندیدی آنژیو کرده اگر بابای من بود اگر بابای من بود بگوتی آنژیو کرده بابا آنژیو دیگه این رگو باز کرده تموم شده رفته همچی میگه آنژیو کرده انگار عمل قلب باز کرده صبح تا شب افتاده دوباره رضایت گرفته از این از اون بابا خستم خسته خیلی خوب خدایا مرد مرگ منو بده ایشالله من میخوام بمیرم برا برو تا کمکا انگار نامه فرستادم براش یه سال پیش مگه فری بود الانم خودم تنها همه کارامو میکنم هری خب شو راه باز جاده دراز مگه کنیزت هم من اینجوری به من حرف میزنی آره بابا آه جان آه گفتم غذا میخوری برات حرفم میزنیم سری بهش بر میخوریم خاک به سرم خاک به سرم غذا خوی تربون شد بوبه شد یرگه آقای ریدون این زرده شو هم نیست نیام من تخمه و شل مخروم نه بابا این ها جمعون از سر شب قضا نمیخورن بله راست میگی بگیم آقا کباب کنیم منقر کباب میکنیم خیلی خوب مرواری که جوجه کباب بیژن کو خودم درست میکنم عوض سلامته به امام هشتم میپکونم بسا بیژن کو یه دقیقه سب کن اینجاشو یه دقیقه سب کن آقا صبونه کلن تحتیل همه چیز سوختی آقای بلند شد اومد اعصاب منو آقا من غلط کردم غلط کردم بیژن کو میگم یک دقیقه رفت دستشوری اما با ما هماهنگید خو دستشوری ولش کن ولش کن رفته دستشوری بزن چی رفتار غیر انسانی قد چی نفهمید آقا چی شخا بابا یه بیرو یه بیرو بیا کوپا داش من نمیدونم بدبخت شدیم رفت چش ندارید یه شب یه آب خوش از گلو من بره پایین چرا اینجوری میزنی خودتو آقا من چی کارم به من چه من به تو سپردم آقا ده نفر دیگه هم اونجا داد من فقط نزن. داد نزن اه 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 این داره چی کار میکنه آروم 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 آقا ببخشید آقا شرمنده ببخشید 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 وایسا وایسا کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ کجا داری؟ وایسا ببینم من لگت ندادم این اسب جفتک میندازم کدوم درکی داری میری؟ دارم با این اسب میرم پولمو زنده کنم من ناسا برگردم خب این اسب خوب نیست لگت زد دل من ترکید اون بیچاره شد گنجم نخورده آروم میره اما شما اسب بهتر سراغ دارم آره 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 یه دین اسب بهبهی سراغ دارم شاسی بلند بالدار
من پولو لازم دارم. آقا خب پولشو بدم بهش. پول داری تو؟ چرت و پرت میگی پول داری؟ چقدر هست خب؟ 2.5 میلیون دلار داری؟ چی شد اینجا؟ چی شد؟ خب اگه داریم بدین دیگه پول من اگه دستتونه. بر چقدر؟ ای چه رفتار دورزنیه با عجب آدم بیماری هستی تو حرف نزن الان میگم بهتر میشه الان میگم بیژن بیژن مادرت اومده بود در خونه ما میگه مادرت اومده بود در خونه ما خانه ماسبند اومده در خونه شون گفته که من چیکار کنم تکلیف منو معلوم کنی خلیل ماسبند اومده میگه تکلیف منو مشخص سکته کیده ردیفی آقا این سکته کیده بابا ساکت باش سکته کیده یه جوون مردمو کشتم خب کجاش مرده چشاش داره میبینه داداش ببخشید من یه تماس دارم احضار شدی تموم شد من زندگیم خیلی به هم ریخته است برمیگردم یه دو روز من فرصت بده همه چیو راست دو روز آقا دو روز میخوام منو تو این دیوونه خونه رها من خودم دیوونه میشم آقا این خیلی الو جانم مرجان خانم کجا بیام؟ صبح که داشتم میومدم داشت با مامانم حرف میزد جان چی میگو؟ میگفتش که قهرمان محله شدی کلن آش و جاش نجات دادی دیگه کاری که از دستم برمیاد دید دو دقیقه روی نیمکته بشینیم حداقل نیمکته دیگه بابا به دوربین چی کار داره دیگه نیمکته میگم شهرام جان حالا وسط این همه کار خیره یه کاری هم بکن یه شغل پیدا کن به خدا بابام باز دبه در میاره حوصله ندارم بابا دیگه جون واسه من نمونده واسه این همه شرطی که برای من گذاشتین تا اونا رو انجام تو ناراحت نشو تو ناراحت نشو من نوکرتم هستم تو جون بخوا چشم شغلم پیدا میکنم دمت گرم با پونم فاصله تو حفظ کن چیکار بکنی؟ گرم چیه بابا اشته دیگه بابا بسه ما کسر لاتیه بابا آزادی نداره که دفعه پیش یاد نیست چیکار کرد؟ جواب دادم. دستخالی اومایی. دستخالی چی اومدم؟ رفتم دوا درمون برای این بدبخت خریدم. خودم از بیرونم که میاد برای سگ نگهبان یه غذای چیزی میاره. سکوت اختیار بکن اینم کمش بکن. با تو هم میگم کمش بکن این صابون داره. نگو میره کی برمیگرده. شهرام اصلا نمیاد آقا. کم بکن اینو. حقم داره مثل من تو که بیکس کار نیه که. آقا چی داری میگی؟ دارم بهت میگم اینو کمش بکن. آقا کمش کنم نمیتونم بشنوم. خب کری خب بده من اونو ببینم. آقا چیکار؟ ببینم. این چه رفتار دور از ذهنیه خب. چرا دیوونه بازی در میاد؟ برم ببینم. هی چرت و پرت داری بری میگه. من شهرام نیستم و میکنم تو قوطی ها. سیری که چقدر بلش کن ما دارم درد میمیرم یه رو بداره اینه یه لیوان آب بده به من دی ما با چه موجودی سرکار دارم اینجا انقدر خطرناک ما دارم محافظت میکنم که به دست تو رحم نمینه بخواهی به ما رحم بره که میگیم چرا بستیش ببین این هرچی که هست برای چیزی که میخواد تلاش میکنه نهیدی چی که کرد؟ مثل تو که نیستش که مف بخوره مف بلند شه ما مف خورم؟ چی هست که بخورم؟ ما یک مرد بازنده یا بابا چی میگی؟ این چرت و پرتا چی؟ بابا دست از سر من وردارید بابا ولم کن اصلا میرم از اینجا خلاص میشم دست شما دست زن اینجا چیکار میکنی؟
اینجا چیکار میکنی تو؟ خوابم. خوابی؟ دارم تو خواب راه میرم. الانم خوابی؟ آره. خب برو بگی بخواب. برو گم شو بگی بخواب. قربان. دارم خواب میبینم. سوار موتورتم. دارم باش میرم، گاز میدم. ولی موتورت سویش نداره. یعنی سویشش نبردم. بدون سویچشو موتورشان کردی؟ خوابه دیگه. توشن یه اتفاق میفته. الان هنو خوابی؟ اه بیدار شدم. قربان چطوری؟ بیدار شدم الان. عجب خواب عجیبی داشتم میدیدم. چه خواب عجیبی. بله بیدار شدی؟ آره داشتم با موتورت میرفتم. جوی ویراج میدادم. بس سویچ نبرده بودم. حالا چی میخوای؟ الان سویچ موتورتو. نمیدی؟ میدی؟ بده. بده بذار خوابم تعبیر شه. بده. دست در نکنم. بخواب. الان گرفتی؟ آره. بیدار شدی؟ آره دیگه. خواب سوچه ما. و چی؟ قربان بذار خوابم تعبیر شه. بحال بشه. کاری نداری بگی بخواب. بخواب دارش. آقا بنزین بزن. نزدی؟ بزنم؟ بزن. بگی بخواب. 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 بگی که ما. بده. دمت گم قربان. قربان خیلی مردی. چی گرفته های شد؟ دست تو جان منی، نیمه پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمگیر تو هم، ابرم و دلگیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا خودم را برسان. شدم تا